بیش از 100 آزمایشگاه و شرکت داروسازی در جهان برای تولید واکسن کرونا تلاش می کنند و برخی از آنها وارد سومین یا آخرین مرحله آزمایش این واکسن شدند. یگانه ارسواران گزارشی دارد در این باره. یکی از این نهادها شرکت آمریکایی مادرناست که در حال تجربه با واکسن است که در بدن 45 داوطلب پادتن کافی برای مقابله با ویروس کرونا تولید کرده است. آزمایش های شرکت مادرنا وارد آخرین مرحله خود شده و یکی از مقام های ارشد آن شرکت میگوید آزمایش این واکسن بر روی داوطلبان با عوارض جانبی جزئی همراه بوده است این واکسن می تواند با ایجاد واکنش ایمنی در بدن افراد به تولید پادتن در آنها کمک کند. ویروس کرونا بر اثر تولید پادتن در بدن دریافت کننده واکسن خونسا می شود و به همان نسبت ایمنی فرد در برابر این بیماری افزایش می در شرکت فایزر و بایونتک نیز برای تولید واکسن کرونا تلاش می کنند و مقام های بهداشتی آمریکا با حذف مقررات دست و پاگیر خواستار تسریع این آزمایش ها شدند. کاخ سفید نیز در چارچوب برنامه ای برای دستیابی به واکسن با حد اکثر سرعت و تولید 100 میلیون دوز از آن مبلغ 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار شرکت داروسازی نووواکس قرار داده است. یگانه ی صدای آمریکا.